دغدغه و مطالبات بازنشستگان دیگر بر کسی پوشیده نیست. آنها که بیش از یک دهه است با تجمع در مقابل نهادهای مربوطه خواستار توجه به وضعیت نامناسب معیشتی و رسیدگی به مطالباتشان شدند. اما به نظر گوش شنوایی نیست، یک شنبه 22 مرداد هم تجمعات آنها در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت. همزمان با تجمعات بازنشستگان، تجمعات معلولان هم در چندین شهر ایران برگزار شد. تجمع کنندگان خواهان رسیدگی به مشکلات زندگی و اجرای 5 ساله ماده 27 قانون معلولان هستند. درخواست می‌کنم از تمام معلولین نتناسبند از تمام ایران. این یک حق شرعی برای معلولیت. برادر عزیز، خواهر بزرگوار، لطفاً تا جایی که داره به خاطر حق خودتون، فرزندانتون، به خاطر آینده بچه‌هاتون سعی کنید همتون در تجمعات شرکت کنید و حتماً ما باید این حق مسلم ما خودمون برسید. دولت مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد و نیازمند به میزان حداقل دستمزد سالانه کمک هزینه پرداخت کند. دولت با گذشت بیش از 5 سال این قانون را اجرا نکرده است. در تبریز و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، جمعی از شهروندان در مقابل ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی تجمع کرده و خواستار احیای این دریاچه شدند با شعارهایی چون دریاچه ارومیه تشنه است یا صفا را بشکنید. تجمع تعدادی از بازاریان مقابل شورای شهر تهران در اعتراض به حضور دستفروشان. تجمع اعتراضی مالباختگان در شرکت پیشتاز مهر و جمعی از کارگزاران.